بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم اوقاتی بهتر و شادتر باشید. امروز چهارشنبه است، 23 ماه نوامبر سال 2016 میلادی و برابر است با 3 آذر ماه 1359. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوند لو خواهیم بود از کلن آلمان و برای من ارسال کردن که امروز درباره چه چیزی میخوان صحبت کنن، اون رو هم در برنامه میگیم و در موردش صحبت میکنیم. یا اگه اجازه بدین همین الان بهتون میگم، چرخش استراتژیک در سیاست هخامنشیان از مردوک به اهورامزدا. خب برنامه ایشون جالبه و خوشحال میشن اگه شما هم تماس بگیرید باشون، از طریق فیسبوک نظراتتون و پرسش هاتون رو بگید. قبل از اینکه یادم بره، چون کم کم داریم میرسیم به کریسمس و فردا اینجا تنکسگیوینگ هست، روز شکرگزاری، من گفتم براتون که یک گیتاری اوردر دادم و گیتاره رفت به آدرس دوستمون و به دوستمون گفتیم خب حالا که اینجوری شده اینو لطف کن بده به یه مدرسه یا اینها، و حالا یکی دیگه برای خودم اوردر دادم. امروز که اومد گفتم که به شما هم بگم، اگر خواستید خب روی اینترنت که میتونید پیدا کنید و بخرید، ولی اگه خواستید حمایتی هم از تلویزیون مردم انجام بدید، میتونید با خرید این گیتار از تلویزیون مردم از ما هم حمایتی کرده باشید. بذارید اینو بهتون نشون بدم. این برای اونایی که میخوان تازه شروع کنن خوبه، گیتار خیلی عالی و درجه یکی نیست. میدونید که اینایی که هم موزیک میزنن بیشتر و بیشتر هم میرن وسایل بهتری میخرن، هم صداش بهتره، هم بیشتر دوستش دارن، سازنده هاش مشهورترن. اینا دیگه خیلی معمولیه و این گیتار بعد این تیونرش هست، یه سری سیم اضافی داره، پیک یا همون مزراب خودمون باهاش هست، بعد اینجا اون نمیدونم بند یا چیزی هست که شما میتونید اینو آویزون کنید به گردن خودتون، و این هم یک کیسه ای هست که در داخلش قرار میگیره. حالا اگه یه وقت خواستید عکس های بیشتری اینها من براتون میتونم بفرستم. گفتم اگر کسی خواست اینو، بله ممکنه روی اینترنت 40-50 دلار هم گیر بیاد، ولی ما اینجا هدفمون اینه که ضمن اینکه شما بینندگان با ما تماس میگیرید، بعد یک کمکی هم شده باشه به تلویزیون مردم. اینجا بهتون نشون بدم، اینه الان، نه کوک شده نه چیزی. بعد اگر کسی تو ویرجینیا اینو بخواد، یعنی تو همین همسایگی ما و اینها، به جایی که پول پست شما بدیم، این نمیدونم اینجا استند میگن، حالا هرچی سپایه یا اینو میزنن که خیلی هم جالبه، وقتی میزنن کنار دیوار دیگه نمیفته چون این دو شاخه اینو میگیره، حتی یک پلاستیکی هست که اینو میبنده، جلو اینو میبنده که اگه یه بچه ای هم داره راه میره یه دفعه خورد بهش و اینها، یا خودتو در صورت این نیفته، و چیز درستیه. ببینید الان من تو این که گذاشتم، این دیگه اینجوریش هم کنم از تو این نمیفته. در صورت اگه کسی خواست این رو توی ویرجینیا توی این منطقه فیرفکس و اینها، اگه کسی خواست 100 دلار بده، اون پایرم بهش میدیم، گیتارم بهش میدیم. ولی اگر شما دیگران توی کالیفرنیا یعنی توی واشنگتن آمریکا اینو خواستید، چون کانادا و اینا پستش خیلی گرون میشه متاسفانه، اگه خواستید 100 دلار پست کنید، 100 دلار بپردازید، ما اینو براتون پست میکنیم و من قول میدم که یکی هم از طرف شما یا به اسم شما هدیه کنم به یک مدرسه این نزدیکی. یا اینجا مدرسه هست که دوتا بچه من اینجا رفتن و یکی از مدرسه های خوب فیرفکسه، ولی این مدرسه ها همیشه کمبود دارن، حتی معلم ها از حقوق خودشون برای بچه ها کتاب نه دفتر و کاغذ و این مداد شمعی، ما میگفتیم اونجا توی ایران مداد شمعی، مداد رنگ و وسایل دیگه میخرن. بعضی از معلم ها باور کنید توی همین آمریکا عجیب خودشون برای بچه ها زور نهار میخرن، چون اینا گرسنه هستن، پول ندارن. دوستان
گور پدر همه آخونده، همشون هم شما برید یکی یکی بکشید یا به تلویزیون های شاه اللهی کمک کنید اونا براتون انقلاب کنه. ولی تو همین آمریکا 40 میلیون زیر خط فقر زندگی میکنن. 40 تقسیم بر 320 میشه از هر 8 نفری یک نفر، بعد دیگه 4 به 32 میشه 1 به 8، هر 8 نفری یک نفر زیر خط فقر زندگی میکنه. و اگه خواستید برید بزنید که بچه های گرسنه توی آمریکا عکساشون رو بهتون نشون میدن، خونه ها رو نشون میدن و الی آخر. حالا ما از بحث گیتار شروع کردیم رفتیم به گشنه ها و بی خانمان ها. بگذاریم. خب ترامپ میدونید که هر روز خبرسازه و این خیلی خوشش میاد از این کار، و رادیو تلویزیون ها با وجودی که میگن ما نباید بهش وقت بدیم و اینها، میشه گفت الان 80% وقت خودشونو به این دادن، چون خبرهایی که درست میکنه، مثلا از اون ور میگه که قرار میذاره با نیویورک تایم، از اون ور قرارشو کنسل میکنه، میگه اینها بدن من نمیرم اونجا، یه ساعت بعد بلند میشه با ماشینش که یعنی با لیموزینش میره اونجا و 90 دقیقه با اونا صحبت میکنه. یعنی شما از صبح تلویزیون رو گوش میکنی اینه که این میخواد بره با نیویورک تایم صحبت کنه، زور که میشه میگن قرارشو به هم زد، از که میشه میگه رفتن، بعد از شبم تازه به رفتن راجب این 3 تا خبر صحبت میکنن. یعنی بیچاره بیچاره شدیم ما. و یک ویدیویی هست خیلی قشنگ نشون میده که مثلا مجسمه آزادی دستش گرفته رو صورتش، میگه این آمریکایی‌ها این چه بلایی بود به سر خودشون آوردن و الی آخر. ولی اون چیزی که مهمه دوستان، هیچ راهی نیست به جز اینکه این 4 سالش رو بگذرونه. اگر شماها میخواین کاری بکنید، در آمریکا هستید، حق رأی دارید، برای 4 سال آینده آماده بشید. و میدونید که امسال، یعنی این انتخابات سال 2016، حقیقتا دموکرات‌ها خراب کردن. حتی ویدیویی هست که نشون میده خانم هیلری کلینتون دخترش رو داره بغل میکنه و اینها پیروزیشون رو جشن گرفتن. اصلا قبل از، یعنی این ماجرایی که سر معاون شوهر خودش آمد، آقای الگور، اینا درس نگرفتن، ازش تجربه نگرفتن که آقا خانم، حتی شوهر خودت بیل کلینتون بهت گفته ویسکانسین و اینا رو برو، ضمن این که باز امروز میگفتن 2 تا از این ایالت ها بوده که اگر کلینتون میخواست میتونست تقاضا کنه که اینها دوباره ریکاونت کنن، و ریکاونت کردن یعنی دوباره آرا رو بشمارن و اینها، دوباره هم بازی های رأی منکو و رأی این بازی ها. ولی کلینتون دیگه مثل که دوزاریش افتاده بود که این اشتباه کرده و فعلا باید بره کنار. البته اینها چی میگفتن، توبه گرگ مرگه، اینا کنار برو نیستن، یه جای دیگه، یه سوراخ دیگه، یه بانک دیگه، یه درآمد دیگه، یک حزب دیگه، یه جای پیدا میکنن، یا آخر آخرش به عنوان لابیست. لابیست کسایی هستن که تبلیغ میکنن، گروه فشار هستن برای اون شرکتایی که به اینها به اصطلاح پول میدن. همینجور داشتم حرف میزدم یادم رفت، این پیک یا مزراب مال گیتاره، بعد خود من تیونری که دارم الکترونیکیه، یعنی شما میزنی اون نشونت میده که این چی هست، A هست، B هست، C هست، G هست، یا به زبان خودمون دو، ره، می، فا، سو، لا، سی، دو. ولی اینا هیچ وقت من امتحان نکردم، اینو توش فوت میکنن صدایی که در میاره، بعد باید بزنی ببینی با صدای این میشه. برای من یه مقدار مشکل بود. اینم اون کمربند که نگردم بندیه که میندازن چیزایی، یعنی یه سری کامل کیفم داره که میبریش این بر اون بر. اگه خواستید $100 به تلویزیون مردم که حمایت کنید، ما این رو براتون پست میکنیم. اگه در آمریکا باشید، اگه اینجا باشید، میاین اینو برمیدارید، تحویل میگیرید، اون استند یا پایش رو هم ما به جای پول پست بهتون میدیم. و اما جمعه هم با شما خواهیم بود، ضمن اینکه فردا اینجا روز شکرگزاری هست، ولی ما به اصطلاح کار خودمون رو انجام میدیم جمعه. و اینجور نباشد، خمینی میگفت اینجور نباشد که اگر سوربی پنجشنبه زیاد بوغلمون خورد یا زیاد شراب نوشید یا زیاد اینجا کرنم هست زرت خورد، جمعه بگیره بخوابه و استراحت کنه. اتفاقا جمعه یکی از پرکارترین
روزهای برنامه تلویزیون مردمه، چون ساعت 12 ظهر با کانون آوا هستیم به مدت 2 ساعت که حالا قرار شده 1 ساعت و 55 دقیقه باشه. ساعت 2 بعد از ظهر برنامه سربی با مردم که این هفته یا آقای چمنارا میان صحبت میکنن یا آقای دکتر نصر احمدی. ساعت 3 بعد از ظهر هم با آقای دکتر کاظم افشارها خواهیم بود از کانادا. خدمت آقای علی شیرازی و دیگر دوستان عرض میکنم اگر نمیخواین با آقای افشارها تماس بگیرید، لطفاً برای منم ننویسید که آقای افشارها اینجوری گفت یا اینجوری گفت. ببخشید اگه شماها توی آمریکا هستید ولی میترسید که اسمتون آقای افشارها داشته باشه که تو کانادا، به نظر من شما اصلا نباید از ایمیل استفاده کنید یا از یه اسم دروغی استفاده کنید. اگه شما علی آقای شیرازی هستید بذارید حسن آقای تهرانی. آخه من نمیدونم دوستان، من و شما سنی از اون گذشته، اینقدر میترسیم ولی به جوانا تو ایران میگیم آقا برو بزن بکش، خونت که ریخته شد روی قالی قرمز که شد ما میایم اونجا از آزادی استفاده میکنیم. در صورت دوست عزیز اون ماجرای ایشون عربی میگه، ایشون بالاتر از کلاس ششم صحبت میکنه، ایشون چنین چنان، بابا ایمیل گذاشته، تلفن گذاشته، باهاش تماس بگیرید. نمیخواید تماس بگیرید نگیرید دیگه. چرا این وسط به من همیان میگید به قول معروف چغلیشونو به من میکنید؟ آقا ما که گفتیم تو تلویزیون مردم هر کسی میتونه بیاد برنامه بگیره. تو تلویزیون مردم تنها تلویزیونی که وقتی یکی آمد نمیگیم به شاه چیزی نگو، به رضا پهلوی هم چیزی نگو. خب منم که اینجا صاحب تلویزیونم، به منم چیزی نگو، با آقای افشارام چیزی نگو، با آقای نصرم چیزی نگو، با آقای چمنارام چیزی نگو، به حسن ارشادم چیزی نگو، به باهائیام چیزی نگو. اینجوری که نمیشه. هر کسی میاد هر چی دلش میخواد میگه، طرف مقابلم میتونه بیاد پاسخ بده و شما هستید، من هستم که به عنوان بیننده اینجا قضاوت میکنیم. این یه جمله ساده رو من نمیدونم توی این 20 سالی که من کار تلویزیون هستم چند میلیون گفتیم، چند میلیون بار گفتیم و هنوز دوستان می‌نویسن که آقا به آقای فلانی بگو. آقا من به هیچ کسی چی نمیگم، به قول معروف ولم کنید. اجازه بدید از آقای مصطفی زاده تشکر کنم که بعد از مدت‌ها که ما این سوال کردیم که شیطان کجاست، خدا کجاست، اگه خدایی هست خب چرا زورش به شیطان نمیرسه بندازه داغونش کنه خوبی و اینها بیاره. ایشون گفته من پاسخ میدم ولی اگه آقای افشارها اجازه بدن من تو برنامه ایشون برم. باز با آقای مصطفی، آقای ضیا مصطفی زاده همین رو نوشتم آقا اون برنامه مال ایشونه، با ایشون چیز کن. بعد این سوال من تو برنامه خودم کردم به عنوان یه تاپیک. شما میتونید مهمون من باشید هر وقت خواستید، 10 دقیقه 15 دقیقه، چه با اسکایپ چه با تلفن مهمون من باشید، بیاین این رو برای مردم بگید. ولی شما نمیدونم، شاید ما اینجوری هستیم، مثلا تو ایرانی میگیم که آقا یه کاری بکن ما بریم خونه محمد چلو کباب بخوریم. یعنی من شما رو دعوت کنم خونه دیگران؟ خب این منزل خود منه، ممکن چلو کباب نداشته باشیم ولی نون پنیر داریم، تشریف بیارید در خدمتتون هستم. مرسی آقا. خب و امشب اندی و شینی همسرش در کالیفرنیا این برنامه Thanksgiving Eve، مثل ما هست که میگیم امروز، میدونید امروز چهارشنبه است ولی بهش میگیم شب پنجشنبه، که من همیشه دلم میخواست این از بین بره. چهارشنبه شب میشه چهارشنبه شب، پنجشنبه میشه پنجشنبه، پنجشنبه شب میشه پنجشنبه شب، ولی پنجشنبه شب میشه شب جمعه. در هر صورت امروز چهارشنبه 23 نوامبر اندی و شینی در هتل ایران در کالیفرنیا برنامه دارن. شماره تلفن‌هاشون اینها هم هست. حالا اجازه بدید من یه دو سه تا چیز دیگه هم بهتون کوچیک‌تر نشون بدم اگه خواستید. در صورت روی وبسایت مردم تیوی هست، روی فیسبوک مردم تیوی گذاشتم. بیا اینم میخواین، این اینجوری تقریبا بزرگتر، این اینم اینفورمیشنش دیگه. والا یه تنه ما اینجا نه آقای مهندسی داریم که صداش بزنیم، نه اتاق فرمان داریم و خیلی جالبه اسمش گذاشتن اتاق فرمان، ولی از این بر اینا بهش فرمان میدن. خب شاید هم اینا میگن که یعنی اتاقیه که فرمان ما رو قبول میکنه.
ما اینجا سیستمی داریم 100% دیجیتال، خودم تنها کار 14 نفر رو انجام میدم. هر کسی گفت 14 نفر کیان، الان بهشون میگم. ببینید هر کدوم از اینا نگاه کنید، این 2، این 3، این 4، این 5، این 6، این 7، این 8، 9ش اینه که هیچ شماره زیرش نیست. اینا هر کدومش باید یه نفر اونجا اینا رو انجام میداد. و باز هم میشه بگیم این عصر های تک یا پیشرفت تکنیک و تمدن که این نیست، چون دیدیم که هرچی اینا رفته جلوتر ملت بی تمدن تر شدن. تمدن اونه که به دیگران احترام بذاریم، کمک کنیم و اینها بالاخر. و میبینیم که اینا بعض وقتا اتفاقا بکفایر کرده، یعنی عکس العمل منفی داشته، در رابطه با اینکه بعضی وقتا ما مجبور میشیم یه کلماتی رو به انگلیسی بگیم. دوستان، نه قصد خودنمایی داریم نه چیزی. خود من کسی هستم که بارها گفتم زبان فارسی رو خوب بلد نیستم، اومدم آلمانی یاد گرفتم، اومدم انگلیسی یاد گرفتم، حالا قاطی کردم همه چی رو. زبان فارسی هم که بلد بودیم کم کم داره از یادمون میره. مثلا اون روز من گفتم conflict of interest چی میشه؟ سفر عزیز و چند تا از دوستان لطف کردن نوشتن تناقض منافع. درستم میگن، تو یک جایی اگر یک قاضی، یک قاضی بابای اون کسی باشه که جرمی مرتکب شده، اینو تو دادگاه اگه درست باشه اینو نمیفرستن تو دادگاهی که باباش قاضیه. میگن اینجا این پدر conflict of interest داره، یعنی نمیدونه، تناقض داره که اینو قانونن تنبیه کنم یا چون پسرم هست ازش بگذرم. اینه که میذارن یه جای دیگه. به همین خاطر بعض وقتا محاکمات رو میبرن توی شهر دیگه، توی استان دیگه. حالا اونا چیزای قانونیه که امیدوارم دوستانی که وکیل هستن، چیز هستن، قاضی هستن. مثلا ما آقای جاوید شهافر رو داریم، ایشون قاضی بوده تو ایران. خب حالا تو استرالیا هستید، شما میتونید بیاید به مردم راهنمایی کنید، یه چیزایی رو بگید که دوچار مشکل نشه. و اما ما که اینجا نشستیم، یا من که اینجا نشستم، گاهی وقتی یه کسی ویدیویی برام میفرسته، مثلا یه ویدیویی رو پسرعموم از ایران گذاشته، منم اونو گذاشتم، بعد تیترش هم نوشتم، والا همون تیتری که طرف زیرش نوشته بود که نمیدونم برای این ویدیو یک دقیقه‌ای چی بگم، اونو گذاشتم. بعد یه دوستی آمده، حالا چون براش نوشتم من در برنامه صحبت میکنم، میام در موردش صحبت میکنم، اجازه بدید اصلا نشونتون بدم نوشتش و اینها. یا حتی بله، یه آقایی به نام محمود مهاجری، ببخشید، محمود مهاجری. دوستان اگر میتونید روی فیسبوکتون، چون فیسبوک اجازه میده که دو تا اسم بنویسید، یکیشو به فارسی بنویسید، یکیشو به انگلیسی. اتفاقا این پیشنهادی بود که به دوستان آقای دکتر نصر احمدی کردم و امیدوارم که این کار رو انجام بده، چون یه عده اصلا کیبوردشون دیگه فارسی نداره، بلد نیستن بنویسن، یادشون رفته. خب برای اونا کار آسون کنید. یه عده که فارسی دارن، هم فارسی اسمتون رو بنویسید که منم اینجا یک ساعت نگاه نکنم حالا این از دور محمود محمد مو هست. در صورت آقای محمود مهاجری ورداشتن زیر اون ویدیویی که پیرمردی با عصا نه اینا عصا دیگه، بله، داره یه گاری رو پوش میده یا هول میده تو خیابون، و ما اینو گذاشتیم. همیشه هم گفتیم دوستان به دیگران نگید چه کار کنن، خودتون اگر قدمی میتونید وردارید. اینی که به دیگران دستور میدیم، حقیقتاً میخوایم پیش خودمون خجالت زده نباشیم که ای داد بیداد، من داشتم، امکانشو داشتم، میتونستم ولی کمک نکردم. میایم چه کار میکنیم؟ میایم به دیگران، مثلا اینجا نوشته آقای پارسا بیا و احساس مسئولیت کن. یعنی چی؟ یعنی تا حالا ما احساس مسئولیت نمیکردیم، منتظر بودیم آخوند آیت الله محمود مهاجری بیاد به ما دستور بده، نهی از منکر، نه حالا اینجا میشه امر به معروف، چون خودش میگه من دستور ندادم، من پیشنهاد کردم. اینجا شنیدی شما بگن پیشنهاد به معروف؟ میگن امر به معروف. امر کردن یعنی چی؟ یعنی دستور دادن. اگه بلد نیستید ببخشید اینو میگم، خفشید، حرف نزنید،
اگه بلد نیستید بنویسید، دستتون رو وردارید از قلم ننویسید که اینجوری نیان فوش بخورید. آقای محمود مهاجری، و جالب اینه که ایشون روی فیسبوک خودش عکس یه پیرمرد دیگه ای رو گذاشته که چند تا بشکه رو داره میبره. و من یادمه از موقعی که جوان بودم، بچه بودم، توی مدرسه ورزش میکردیم، کشتی میگرفتیم، با دوستان علکی تو سر هم میزدیم، هر وقت تو بازار وکیل رد میشدم و این باربرها که بهشون میگفتن حمال، حالا این حمال حمال توهین نیست، یعنی کسی که یه چیزی رو حمل میکنه از یه جایی به یه جای دیگه، میشه فاعل فعل حمل کردن دیگه. و اینا رو که میدیدم تعجب میکردم، میدیدم یه چیزی درست کردن اینجوری سه گوش میذارن پشتشون، بعد قوطیای چایی بود، جنسش تخت سلایی بود بزرگ، اینقدر مثلا 2 فوت 4 فوت مربع میشد، 4 فوت مکعب میشد، اینا رو 4 تا 5 تاش میذاشت که بعضی جاها از زیر جایی که میخواست رد بشه باید دولا میشد. من هرچی فکرش میکردم اینا اولا چجوری برداشته، البته خب راه داشت، اینا بلد بودن بچینن، کمک همدیگه میکردن، بیچاره همشون یا علی رو میگفتن، بیشترشون هم فتق داشتن، به همین خاطر اگه نگاه میکردی اینا هیچ وقت شلوار نمیپوشیدن، همشون از این زی شلواری ها یا شلواری ها شلوارای مثل کردی اینا میپوشیدن که اونجا آزاد باشه، این فتق بیچاره هر جا میخواد بره. آخه آقای محمود مهاجری از خودت خجالت نمیکشی که به یه نفر که اومده اینو گذاشته که وجدان ندوشته ای تو بلکه به کار بیفته کمک کنی به یه نفر، ور میداریم اینجا آقای پارسا بیا و احساس مسئولیت کن، $500 برای اون پیرمرد بفرست، دیگران را هم در تلویزیون مردم میاد تشویق کن قدم در راه تو بردارن، شاید با این احساس مسئولیت تو مسئولین بی احساس به خود آیند. ممنونم از شما، اصلا من نمیدونم اگه شما نبودی من امشب چجوری میخوابیدم، حتما با پای برهنه میخوابیدم. اصلا شما بی خود داری میچرخی، شما باید بری توی چاهی قایم بشی، اسمتو به نام امام زمان بعدی بذاری، شما بی خود عمرتو تلف میکنی، توی فیسبوک به من بی مسئولیت مسئولیت نشون میدی. من فکر کردم دستور، شما میگی پیشنهاد، که فارسی هم بلد نیستی، شما اصلا خدا هستی، امام چیه؟ شما باید یه کاری کنیم، یه چیزی بذاریم، یه جایی بفرستیمت بالا، بری اون بالاها خدایی کنی، حیف شما. گفتم تو تیه مهمونی یه دفعه ما گفتن بخون، گفتیم بابا ما صدا نداریم، گفتن حالا بخون، ما که نیومدیم دعوت کنیم برات بریم نوار بسازیم یا کنیم، گفتی خون. وقتی خوندیم یکی از دوستان آمد گفت، یک کمه لیوان عرقی دستش بود، گفت صحبی جان خیلی خوندی، خیلی خوب خوندی، به نظر من باید بنانو از زیر خاک در بیارن و تو رو به جاش بذارن اونجا. حالا آقای محمود مهاجری، کسی که جرأت نمیکنه عکسش رو بذاره، فکر کن شما اوهایا هستید یا توی آمریکا هستید، کسی که جرأت نمیکنه تو آمریکا عکسش رو بذاره، عکس یه بچه‌ای رو گذاشته که حتی معلوم نیست بچگی خودتون باشه، به دیگران پیشنهاد میکنه $500 بفرست برای اون. چشم، نوکر بابات سیاه بود، به نوکر بابات هم اگه می‌خواستی $500 بدی بگی برو بانک اینو بفرست، با $20 میدادی بانک بفرسته براش، باید به نوکر بابات پول میدادی. خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید. این از این. خب جمعه رو گفتم با شما خواهیم بود، امشب اندی و شینی در کالیفرنیا و اما فردا روز شکرگزاری در آمریکاست. ولی من حقیقتش از روزی که آمدم آمریکا به غیر از این که ببینم اینا یه پریدی را میندازن صبح، میسیس و پیسیس و اینا، تبلیغ نسبتاً برای آماده کردن مردم برای فروش‌های کریسمس، بعد رادیو تلویزیون ها هم نشون میدن چجوری از دیروز شروع شده، چجوری ترکی یا همون بوغلمون رو بپزید، حالا یا با روغن سرخ کنی یا با آب بپزید، اینجوری اونجوری، نمیدونم استافینگ استاکینگ چجوری، استافینگ استاکینگ هرچ، این مواد رو چجوری بچکنیم اونجای این که فردا خوشمزه تر بشه و اینها. خلاصه بعدش هم میاد و میره و شکرگزاری به درگاه کی؟ این بیچارهای سرخپوستا یا آمریکایی نیتیو، آمریکایی اصیل اینجا که بودن، اگر میدونستن این مهاجرین که الان به عنوان آمریکایی شناخته میشن میان
اولا بوغلمون نبوده، ماجرای این بوده که بهشون یاد میدن چجوری پوتیتو و اینها. حالا کی بوده این بیزینس را انداخته که ببینید سالیانه چند میلیارد یا میلیون تومان یا میلیون دلار خرج میشه برای این به اصطلاح ترکی و بوغلمون و این چیزا، ولی اصلش اصلا عوض شده. و شما اگه جایی دیدین شوک گذاری میکنن، میرن تشکر میکنن از اینا که خیلی ممنون که شما مثلا 300 سال پیش ما رو نجات دادین. و جالب اینه که تو کشورهای دیگه هم الکی این کارو میکنن. تانکسگیوینگ مثلا توی کانادا که 130-140 ساله، تانکسگیوینگ برای چی بوده نمیدونم، برای خودشون بهانه درست کردن که یک روزی همه رو مجبور کنن جشن بگیرن، همه رو مجبور کنن خوراک زیادتر بخورن، همه رو مجبور کنن مشروب زیادتر بنوشن و الی آخر. ولی جالبه امسال به خاطر این انتخاب دونالد ترامپ همش میگفت که به اصطلاح همش میگفت که سعی کنید فردا یعنی پنجشنبه وقتی دور هم جمع هستید بحث سیاسی نکنید، و اگر بحث سیاسی کسی شروع کرد قبل از اینکه جوابش رو بدید به این فکر کنید که آیا با این دوستتون با این فامیلتون سال آینده میخواین رفت آمد داشته باشید. اگر میخواین رفت آمد داشته باشید پس کوتاه بیاین بذارید اون حرفشو بزنه، شما هم نظرتون رو حتی اگه نگفتید مهم نیست، چون اونو نمیتونید شما سر یک وعده شام یا نهار عوض کنید، ول کنید. اینم از این. و اما ترامپ تمام حرفایی رو که زده بود، تمام قولهایی رو که داده بود قبل از اینکه حتی به کاخ سفید بره زیر پا گذاشت. یعنی من اگر امسال گفتم رأی نمیدم برای که اینجا در طی سالیانی که گذشت آخرین بار برای اوباما دفعه اولش رأی دادم و دفعه دومش هم دیگه رأی ندادم، فهمیدم که اینجا رأی دادن نمایش بیش نیست، اینجا پول هست که وایت هاوس رو در اختیار خودش قرار میده یا پول هست که این رئیس جمهور رو میفرسته اونجا، همش شکایت میکردم که اینها میان یه سری وعده و وعید میدن که دروغ هست و انجام نمیشه. این ترامپ آمد گفت سوربی اشتباه میکنه، ما افرادی هستیم پدر سوخته دوز شارلاتان که میایم وعده هایی رو میدیم که حتی قبل از اینکه بریم تو وایت هاوس قدرت رو دست بگیریم، اینجا روز اینگوریشن نمیدونم به فارسی چی میگفتیم، سوگند یاد کردن، توشی هم میگفتن، نه توشی ما دوره شاه بوده، هرچی در صورت ایشون قبل از این همه رو یکی یکی گفت هیلری کلینتون رو میندازم زندان، اونا هم گفتن لاک رب یعنی دستبند بزن بهش فلان نه. حالا میگه میدونی اگه اینو بندازم زندان خب دست چیز میشه، تفرقه ایجاد میشه بین آمریکایی‌ها. گفت میدیا رو ما قبول نداریم، میدیای جدید استفاده میکنیم، یوتیوب فیسبوک اینها. دیروز با رفتنش به نیویورک تایمز و اونجا وقتی میره میدونید این انقدر آدم کاسبی هست، اون زهرناسلی که میگه ریشتو بچپون فلانجا بعدن با گلاب بشور، این حقیقتا این کار رو انجام میده. صبح یه چی میگه، زهر یه چی میگه، عصر یه چی میگه. تعجب من از دوستانیه که اینها هم الان دنبال رو ترامپ شدن، کسانی که دنبال رو سندرز بودن، بعد میگن نه سندرز به ما خیانت کرد. خب خیانت کرد که تو سرش بخوره، تازه شما فهمیدید که به هیچ کدومشون نمیشه اطمینان کنید، حالا بعد از اون میخوان برید دنبال ترامپ. حقیقتا مثل کسایی هست که میگن اسلام بده، بعد میخوان برن نمیدونم زرتشتی بشن، مسیحی بشن فلان. آقا اگه این بده ولش کن برو دنبال خودت، خودت رابطه تو با خدا برقرار کن، دیگه چرا دنبال دین دیگه میگردی؟ اینو آقای مینوی هم باهرا گفت که من میگم دین نداشته باشید، آزاد باشید، اگر دینی هست دین شما باشه و خدای خودتون، هیچ دلالی بینتون نباشه. ولی اگه خواستید یه دین انتخاب کنید، ایشون میگه اگه خواستید یه دین انتخاب کنید که اگه کسی گفت چه دینی داری بگی فلان، اقلا برو زرتشتی که مال فرهنگ خودمون بوده، مال پدر مادر خودمون بوده و الی آخر. البته هیچ کم اونجوری که باید شاید درباره دین زرتشت هم نمیدونه. اگه شما تونستید یه زرتشتی که میاد تبلیغ میکنه تو تلویزیونای دیگه پیدا کنید که حاضر باشه چند دقیقه با منی که اطلاعات کافی هم ندارم صحبت کنه، در میرن فرار میکنن. و این فرار کردن ما بدترین مشکلیه که ما تو جامعهمون داریم. اپوزیسیون داره، میبینید دوستان میاد
میگه آقا این چون آمده از من صحبت کرده، پس من حالا دیگه نمیخوام اون روز باشم، نمیخوام اون شب باشم، میخوام. آقا خانم تو آمریکا میگن there is no bad publicity. There is nothing such a bad publicity. Something like this. یعنی هیچ تبلیغ منفی وجود نداره. من اگر امروز راجع به این آقای محمود مهاجری بد گفتم، به خیال خودم تبلیغ منفی کردم، الان خیلی از شما با وجودی که دارین حرف منو گوش میدید رفتید ببینید که این کیه، روی فیسبوکش هستید. حالا من براش یه تبلیغ دیگه هم بکنم، اینجا خودم هم برم روی فیسبوک این آقای امام محمود مهاجری. بله اینه، اینم برای ایشون که بله میبینید طبق معمول همون فرزندان کوروش و اینها، اینها کسایی هستن که حتی بی احترامی میکنن به قانون فیسبوک که آمده طرف اینو درست کرده، گفته شما اگه میخوای بیای اینجا، اینجا باید عکس خودت باشه، اینجا عکسای دیگه بذاری، ولی اینجا عکسی پیرمردی رو گذاشته که 4 تا بشکه. البته بعضیا نوشتن این فتوشاپه، نه ممکنه فتوشاپ نباشه، یه بشکه‌ای هست که مقوایی هن، کاغذی هن، خالیشون سبکن و میتونن وردارن، ولی اینجوری 4 تا رو نگه داشتن و بستن رو هم کار مشکلیه، چون یه نفر نوشته بود اینو نمیدونم، یکیش هم یکی نمیتونه ورداره. این آقای با این پیرمردی، ببینید عکسش رو بهتون نشون بدم، این پیرمرد چجوری 4 تاشو بذارید باید صفحه رو ببرم اونجا، عذر بخواستم، نه این مثل که عکس خود آغاز، یا اینم معلوم نیست حالا عکس کیه. بهتون میگم اینایی که کارشون خرابه، متاسفانه یه جا و دو جا کارشون خراب نیست. عجیب. خب این کپچر سلکت ایریا بفرمایید، این عکس دیگه از این بزرگتر نمیشه. و اینه 6 تا از این بشکه‌ای هست که احتمالاً یا مقوایی هن یا چوبای نازکی هستن که همون تخت سلایی بهشون میگیم، میگفتیم تو ایران، چون از سه لایه نازک چوب درست شده بود و برای کاردستی اینا استفاده میکردیم. اینم از این آقای محمود مهاجری، شما هم به من یه عذرخواهی بده کاری، هم به تمام اونایی که نوشته شما رو خوندن، شما باید بری همونجا بنویسی بعد از صحبت های سوربی من فهمیدم من اشتباه کردم. شما حق نداری حتی بنویسی من پیشنهاد میکنم سوربی شما $10 به اون بده، به تو چه مربوطه؟ من ممکنه در روز 1,000 تا $10 این برونور خرج میکنم، من ممکنه در روز $1,000 خرج میکنم به یه نفر میدم، ولی شما نمیتونید این کارو بکنید. شما میتونید بگید که من خودم تصمیم گرفتم $5 برای یه نفر که احتیاج داره بفرستم، ای کاش دوستان هم همین کار رو انجام بدن. ببین چقدر عوض شد، این پیشنهاده، نه اینکه آی سوری شما بهتره احساس مسئولیت کنی. احمقی از نوشتن اصلا میباره. پس دوستان میگن آقا ناراحت نشو، این یه نفره. آقا نیست یه نفر، من و شما هم بعض وقتا حماقت میکنیم برای دیگران، همین کار رو انجام میدیم، امر به معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم، این کار رو نکن، اون کار رو بکن. یه دوستی برای من نوشته بود که شما همین آقای مرداد مجاهد دوستمون، آقا شما چرا نمیره از آقای مرتضا کی بود اون که مرتضوی، نه خدایا مرد بیچاره، نفر دوم جمهوری اسلامی بهش میگفتن گربه نره، چرا از نمیاد از نواری که اون پخش کرده صحبت کنی؟ آقا به تو چه چرا نمیاد؟ من یه بار در موردش صحبت کردم، لینکش هم گذاشتم، این وظیفه خودم بوده، تازه من وظیفه ای ندارم. آقای آریاپور چقدر قشنگ توضیح داد تفاوت وظیفه خدمت. حالا این آقا میگه احساس مسئولیت، شما اصلا کلمه مسئولیت بلدی؟ چه کسی مسئوله؟ چه جوری من مسئولم که به این پیرمرد کمک کنم؟ چه جوری؟ آخه باید اول مسئول باشم بعد احساس مسئولیت کنم. شما بلد نیستی عزیز من، شما فکر میکنی دو کلمه چون نوشتی بلدی ارتباط برقرار کنی. لعنت به دهانی که بی موقع باز میشه، لعنت به قلمی که بی موقع مینویسه، و ننگ و نفرین بر شماهایی که از این فیسبوک به جایی که استفاده صحیح بکنیم داریم اینجوری استفاده میکنیم، داری وقت من رو هم تلف میکنیم. ساعت 2:35 دقیقه است به وقت
واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا و 11:35 دقیقه است به وقت غرب آمریکا و کالیفرنیا. من ساعت 20 دقیقه دیگه یعنی 2:55 دقیقه با شما خداحافظی میکنم. 4-5 دقیقه تصویرهایی رو از ایران میبینیم، یا شاید اون بخش خبری رو به این صورت درست کنم که روزی که چیز هست اون خبرهای ایران رو ببینید. البته میدونید تو ایران مثلا یه روز که تعطیل هست یه روز از این ورش شلو بله، یه دو روز از اون ورش تق و لقه و نمیدونم. یا اگه شماها ویدیوی جالبی دارید اونو میتونید در اون زمان پخش کنیم، که کاری هم به یوتیوب و اینا نداره، چون من وقتی 55 دقیقه ویدیو خودم رو قطع میکنم این دیگه رو یوتیوب نیست، دیگه روی فیسبوک هم نیست، اینا نمیتونن یقمونو بگیرن. چون بهتون گفتم فیسبوک هم جدیدن یقه میگیره که آقا شما این ویدیویی رو که نشون دادی مال خودت نبوده. حالا اتفاقا میخوام یک ویدیویی رو از روی فیسبوک بهتون نشون بدم که روی صفحه خودم هم هست. صفحه خود من اینجاست دوستان، بهتون حالا که تبلیغ مجانی میکنیم برای دیگران، برای خودمونم یه تبلیغ انجام بدیم. ببینید این صفحه خود من هست اینجا، کامرای 3. خب هم با فارسی نوشتم هم با انگلیسی نوشتم و عکس خودم هم هست، چون از کسی ترس ندارم. اگه ترس داشتم خفه می شدم، حرف نمی زدم. می بینید نه یکی دوتا، نه دوتا، 10 تا عکس دیگه هم از خودم هست. این از این. ولی اون ویدیویی که می خوام بهتون نشون بدم اینه. بذارید من صفحه رو نگه دارم، کامرای 3، صدای این رو هم ببندم و این ویدیو رو با هم ببینیم. میبینید یا بزرگترش کنم؟ گفتم این دوستانی که دوربینشون رو عمودی نگه میدارن اینجور میشه که ما وقتی نشون دادیم، حالا بذار ما اینجوری نشون بدیم، وقتی نشون میدیم دو طرف عکس و اینا سیاه میشه. من میتونم اینجا حالا باز کات کنم این آقا رو با اوضاع سوراخ بالا و سوراخ پایینش یه جورای دیگه نشون بدم. بفرمایید اینجوری مثلا دهتش. خب از این لوله های آبی هست که توی میدون های شهر هست و میبینید که این آقا تنبونش رو کشیده پایین، با یه دست آب مینوشه، بعد با همون دست دوباره پشتش رو میشوره، یکم آب میریزه رو دستش، فکر میکنه تمیز شد، دوباره بارش آب مینوشه و الی آخر. کور سوربی آن آیفون. مرسی. بله دوست خوبمون نوشته که خوبه که دیگه روی آیفون هم میتونیم ببینیمت. و بله ما اون سیستم رو باز عوض کردیم، به همین سیستم قدیمی برگشتیم، چون اون سیستم جدید رو که گرفته بودیم بعد دیدیم که کوالیتی تصویرمون رو چیز به هم خورده. خب بس دیگه، دلتون به هم خورد و اینه ماجرای حلال و حرومی، این که یه متر یه چیز نمیدونم 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب آب تمیزه و حلاله و اینها. من دیده بودم توی مساجد که طرف میاد اون یکی پاشو میذاره اونجا میشوره، توی اون یکی دست میکنه توی همین آب حوض و میکنه تو دهنش، دهنشو میشوره و خب ببینم براتون دیگه چی. بله ترامپ تمام حرفهایی را که زده بود قبل از ورود به کاخ سفید زیر پا گذاشت و ببینیم که چه خواهد شد. صحنه علنی مجلس شورای اسلامی. حتما بعض وقتا میگید چرا توی مجالس شوراهای دنیا کلا کاری انجام نمیشه؟ دلیلش اینه. ببینید این سخنران اونجا داره صحبت میکنه، بذاری من ببینم select area. بله وقتی سخنران صحبت میکنه قانونا رئیس مجلس باید گوش بده که اگر اشتباهی کرد، کسی اعتراضی کرد، اینها. این سخنران این پایین داره حرف میزنه، این آقا سرش تو کامپیوتره، این یکی وایساده داره نگاه میکنه یا منتظره که با این صحبت کنه، این آقا رئیس مجلس داره با این صحبت میکنه، این حاج آقامون پشت داره با اون صحبت میکنه. این دوستمون بالاش نوشته که بدون استثناء همه به سخنران گوش فرا میدهند. میبینید این سخنرانم این پایین برای خودش. بعد آقای مسعود میرزا هم برداشته نوشته مفتضح ترین
رسواترین مجلس شورای یک ملت در جهان، این نمایندگان شرف و آبرو ندارند که لااقل یک نفرشان به احترام این تالار مردم ایران اندکیبه، من نمیدونم مردم ایران اندکیبه سخنرانی گوش فرادهند. اندکیبه سخنرانی گوش فرادهند. چسبیده به هم شده اندکیبه، گفتیم این دیگه چیه. خب بریم سراغ بعدی با آقای یزدان خداوندلو، حدود 20 دقیقه دیگه خواهیم بود. عنوان بحث امروزشون چرخشی استراتژیک در سیاست هخامنشیان از مردوک به اهورامزدا. اگر سوالی دارید میتونید در حین پخش برنامهشون، چون روی فیسبوک هم زنده پخش میشه، اون زیر بنویسید، ایشون بعد باهاتون تماس میگیره. اگر نه، ایشون ایمیل و تلفن و اینها اول دادن، بعد گفتن نه آقا خانم بهترین راه تماس با من فیسبوک، یا تماس میگیرید یا نه. ولی من فکر میکنم ایشون یه لطفی کنه به افرادی هم که برنامه ما رو از طریق مردم تیوی میبینن یا از یوتیوب میبینن و فیسبوک یا ندارن یا بلد نیستن داشته باشن یا نمیخوان داشته باشن به هر دلیلی، به اونا هم یه ایمیل بذارن که با ایمیل مثلا باشون تماس بگیرن، حتی اگه نمیخوان با تلفن، به اصطلاح وقتشون تموم بشه. خب میگه که دو روز پیش در سوئیس این مرد پرنده ایران درگذشت. ویدیوی بسیار زیبا، مهدی حبیبی، تنها ورزشکار حرفه‌ای ایران در رشته لباس بالدار. میدونید که یه مدتی میرفتن این ورزشکارا از بالای ساختمونا و این ورور میپریدن با به اصطلاح بدون چتر، بعد یه لباسایی هست که این دستش این زیر مثل بال کبوتر وصل به بدنش، یا پاشو اینجوری که باز میکنه بین دوتا پاش، باز مثل دم بعضی از این پرنده ها که باز میکنن، در حقیقتا همون مرد پرنده درسته. گویا یه ایرانی بوده که این کار را انجام میداده و ایشون هم دو روز پیش در موقع سقوط یا پرش فوت شده و رفته. برای این دوستم شهرام که اینو فرستاده بود گفتم اقلن موقعی فوت شد که در حال لذت بردن از اون کاری بود که دوست داشت. اینم ویدیو اینجا ببینیم که چی نشون میده. بله میبینید اینا اینجوری میپرن، خیلی هاشون ببینید همشون هم معمولا رو سرشون دوربین و اینا میذارن که از پرشای خودشون، از پرشای دوستانشون فیلم بگیرن. پشت این من فکر کنم ایشون یه چتنجاتی داره، معمولا بعضی هاشون اینجوری هست که فری فال یا سقوط آزاد میان به یه ارتفاعی که رسیدن اونجا چتنجاتشون رو باز میکنن. حالا ما امیدواریم که با نشون دادن این مشکلی پیدا نکنیم. البته توی قانون میدیا یه چیزی هست بهش میگن fair usage، من باید بتونم یه تیکه از اینو نشون بدم که شما اگه خواستید برید ببینید. اینو یوتیوبشون 36,000 تا چشم، دوستان باورتون میشه 36,000 تا چشم بدونی که بلینک، بدونی که پلک بزنن نگاه میکنه. اون روز وقتی ویدیوی آقای چمنارا رو گذاشتیم فیسبوک، این دفعه انداختمون بیرون برای اینه. من و شما هر قدم تمرین کنیم آخه پلک میزنیم. مسابقه میذاشتیم دیگه، مینشستیم دو نفر نگاه هم میکردن ببینیم کی بیشتر میتونه چشاشو باز بذاره. تو آمریکا میکنه میکنه، ولی 36,000 تا کامپیوتر یه ویدیو رو نگاه میکنن بدون پلک زدن، و این 36 تا توی مغزشون اون ویدیوهایی رو که گذاشتن روی یوتیوب هست. اگر یک کلیپ از شما با اون مقایسه کنه، مچ باشه، هماهنگ باشه، یکی باشه، میگه شما از اون. بله حالا باید نامه بنویسم آقا این ویدیو مال آقای چمنارا بوده، آقای چمناران به من اجازه داده پخشش کنم. تا ما میخوایم این کارو بکنیم 3 هفته 4 هفته طول میکشه، اون موقع دیگه ویدیو اصلا احتیاج نیست، تموم شده رفته، هم وقت تلف کردیم هم چی. بهترین کار اینه که من بیام بگم اوکی من مثلا این لینک ای رو براتون میذارم زیر فیسبوک، لینک اینجا برداشتم، اجازه بدید این لینک برداشتن اینا هم که دیگه شما بلد بهتر از من، میاریم اینجا زیر برنامه فیسبوک امروزمون روی مردم تیوی برای شما میذاریم. یادمونم رفت امروز
مردم تیوی به اصطلاح شیر کنیم این فیسبوک رو با دیگران. حالا این کار رو انجام بدیم ببینیم که چه شده. پیست، بله این یکی، و اینجا می‌نویسیم شیر. شیر با کی؟ شیر با صفحه شخصی خودمون. شیر یا بله اینجا می‌نویسیم سوربی با مردم، نوشتیم مندم. از بس انگشتامون کلفته، انگشتامون بزرگه. یکی گفت چرا این انگشت اینقدر بزرگه؟ گفت از بس که ما هی پنیر رو مادرمون گفت اینجوری پخش کن، پهنش کن روی نون، این انگشتمون اینجوری بزرگ شد. خب ببینم دیگه براتون چی گذاشتم. پس پرود مرد پرنده ایران درگذشت، ویدیوی بسیار زیبا، آقای مهدی حبیبی، روان شاد. تضاد، من گفتم تناقض، تضاد منافع، چون دو سه نفر برام فرستادن یک نشود تناقض منافع، یه این تضاد منافع قشنگتره. تضاد منافع یا همون conflict of interest. مرسی. خب من همینجور سوال کردم این ماجرای نخست وزیر، صدر اعظم، معاون، اون یکی دیگه نمیدونم چانسلر یا کانسلر چیز چیه. آقای علی شیرازی برای من نوشته نخست وزیر یا صدر اعظم رئیس هیئت وزیران است. در کشورهای مشروطه پادشاهی و بیشتر کشورهای دارای حکومت جمهوری، جمهوری‌های پارلمانی و نیمه ریاستی این مقام وجود دارد. اما در برخی از انواع حکومت جمهوری مثل جمهوری ریاستی این مقام وجود ندارد و رئیس جمهور رئیس هیئت وزیران است. میدونید ایران اول هم رئیس جمهور داشت هم نخست وزیر داشت، که خود این آقای موسوی، میرحسین موسوی، نخست وزیر خامنه ای بود دیگه. بعدن گفتن آقا این کیه؟ تازه خود رئیس جمهور آفتاب دار ولی فقیه دیگه، این نوکر ما، نوکری داشت خودش میرفت نمیدونم میوه چینی، حذفش کردن. مرسی از علی شیرازی. خب و اما مهدی تبریزی، آقا من قرار شد به ایشون زنگ بزنم یه چند دقیقه باشون صحبت کنم، بعد ایشون گفت که من از یکی از دوستان خواهش میکنم صحبت کنه. گفتیم بفرمایید، دیگه به ما خبر ندادن. حالا بذارید ببینم که من اگر بتونم این تصویرشون رو نشون بدم، گذاشتم توی لایو، یه تماسی هم بگیریم. ایشون یه برنامه گذاشته 26 شنبه. میدونید که من انتقاد کردم چندین با وجودی که آگهی ایشون رو نشون دادیم یا با وجودی که رفته بودیم به اصطلاح اون برنامهشون، گفتیم آقا این چیه؟ شما می‌نویسی 26، بعد هی دوستانم از ما می‌پرسن آقا خب یعنی چی؟ بعد نوشته هم حقیقتش خیلی گویا نیست. بذارید من با شماره تلفنی که ایشون داده تماس بگیرم، 202، ببینم امیدوارم باشن به ما یه جوابی بدن. بله اینجا 202 چند بود شمارش؟ ایداله میدن 202 680. دوستان این شماره رو برای شما هم گذاشتن چون روی پوسترشون هست، 202-680-04-56. آقای مهدی تبریزی قبلا هم ایشون تو برنامه ما بودن و با هم صحبت کردیم. حالا اگه بشه این 7-8 دقیقه که وقت داریم ایشون بگه چیه این ماجرای به اصطلاح 26. آقای تبریزی سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. سلام قربان، روی ایر هستیم و من اون پوستری رو که شما فرستادید دارم نشون میدم. من منتظر بودم که شما کسی دیگه ای رو میخواین معرفی کنید ولی خبری از شما نشد، گفتم چند دقیقه مزاحم خودتون بشم. اگه لطف کنید یه مقداری توضیح بدید درباره این پوستر و این برنامه 26، چون من هر وقت تبلیغ برنامه شما رو اینجا کردم دوستان سوال کردن آقا این میخواد به ما بازنشستگی بفروشه، میخواد چی بفروشه، ماجرای سکه طلا، بانک، ماجرای مسابقه زیبایی، اینا چیه؟ من ساکت میشم، شما چند دقیقه توضیح بدید هدفتون از برگزاری چنین گردهمایی‌های چیه و دوستان چرا باید بیان شرکت کنن. تمام میکنم. اولا به
دوستان شما عرض ارادت میکنم، سلام مخصوص دارم، هپی تنکسگیوین. مطلب مهمی که خدمت دوستان میخوام برسونم، هر پای من هیچ چیز از مغز من نمیاد بیرون. اینا مطالبی که گفته شده در طول تاریخ ایران، مردم ایران همیشه خداپرست بودن، یه کشور مذهبی داریم از زردوش گرفته تا به امروز. اون محض رضای خدا همیشه بین ما چیز استعمال میشه و به همدیگه میگیم خدا را خوش نمیاد. اینه من در نیاوردم، من فقط روی این تمرکز میکنم تا بتونیم در این دنیای از خدا بیخبری برای ایجاد صمیمیت بین انسان ها دور هم باشیم و الطاف الهی شوش بکنیم و به دوستان بگیم که هر چی خوب باشیم خوبه. رضای الهی در حق همه باید باشه، در حق خانواده، در حق نمیدونم همسایه، در حق دوستان، در حق همه ما بایستی این رضای الهی را مد نظر قرار بدیم. هدف اصلی ما رضای خدا. حالا هر کسی در این مورد سوالی داره بنده در خدمتم. و در زمین عدد 26 اسم خداست به حساب ابجد و ما میخواییم یکی 26 را تحویل دنیا بدیم، یکی رضای خدا را به توجه دنیا بیاریم. بس. اگر دوستان میتونن من رو کمک بکنن خدا کمکشون کنه. بسیار ممنون. آقای تبریزی، اینجا ساعتش نوشته نشده، شما نوشتید که 26 هر ماه و میشه 26 نوامبر همین شنبه. اتفاقا این دفعه توی این هتلی که هستید کنار خیابون جاده 28، نزدیک به فرودگاه، نزدیک به اصطلاح جاده، خیلی جای قشنگی هم هست. خود من اونجا چندین بار فیلم برداری کردم. چه ساعتی هست و چند ساعت برنامه؟ 7 تا 12، 12 و نیم شب. بله. اون وقت چیه؟ مثلا دوستان اونجا شام میتونن بخرن؟ بله. اول چند دقیقه در مورد الطاف الهی و قدرت الهی صحبت میکنیم. بله بله. که ما لمس کنیم که به چه دلیلی امر الهی را اطاعت میکنیم و به کار میگیریم. این عظمت دنیا به طور یقین یک گرداننده ای داره. این گرداننده اسمش هر چی میذارن بذارید، این آفتاب، این هوا، این آب، این خاک، آقای... این همه عظمت. آقای تبریزی ما... عذر میخوام آقای بس. تبریزی ازتون عذر میخوام، اینا رو بذارید توی اون جلسه بگید، ولی الان برای بس. دوستانی که از من سوال کردن که آقا اینجا مثلا نوشته دانشگاه معلم، آیا میخوان راجع به شروع دانشگاه معلم صحبت کنن، راجع به چی میخوان صحبت کنن؟ یه مقدار راجع به دانشگاه معلم ما یک کورس بی‌نظیر داره به نام تربیت معلم که 8 ساعت دورش، در این مورد هم ثبت نام خواهیم کرد و بعد از 8 ساعت هر دانشجوی امتحان عملی را پس بکنه ما بهش سرتیفیکیت بدیم. اون سرتیفیکیت کجا چیز داره، رسمیت داره؟ منظورتون که سرتیفیکیت رسمیت نمیخواد؟ نه ببینید مثلا ولی بگیریم رسمیت بخواد. بس. آها، پس فقط یه سرتیفیکیت که ایشون اومده توی کلاس شرکت کرده و کسی که بتونه امتحان پس کنه. آها اوکی، خیلی ممنون. و آدرس اینجا هم هست، 45 425 هالیدی درایو استرلینگ ویرجینیا، چون اسم هتلم هالیدی هست، اصلا فکر کنم خیابونه رو به اون خاطر اسمشو گذاشتن هالیدی. بله، اصلا اونایی که اکثرا دیگه از استفاده میکنن از تلفن و آدرس اینا پیدا میکنن و این اگرم اشکال داشتن به من زنگ بزنم، من راهنماییشون کنم. بسیار ممنونم. شماره تلفن شما هم هست 202-680-0456. شما ایمیلتون هم هست tu26gg@gmail.com و وبسایتتون هم هست theteacheruniversity.com. ممنونم، امیدوارم که موفق باشید. من هم اگر بتونم، چون ویدیو اسایمنت دارم، ولی اگر زود تموم بشم اونجا میام خدمت. خیلی ممنون.
تمنا میکنم با دم دستگاه بیاین اگر بیاین. چشم، ما دستگاهمون همیشه همراهمونه. مرسی آقای تبریزی، خسته نباشید. خدا را سوچ کنه که من شیر زبان نیستم. خواهش میکنم. من خیلی شوخی میکردم. من مثل شیرازی یا شیر زبان بودم، خب مدرک زیاد میگفتم. خدا را سوچ کنه که زیاد نمیزنم. من ممنونم از شما، به خانواده گرامی سلام برسونید. ممنون. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خب دوستان عزیز، اینم امیدوارم پرسش های شما پاسخ داده شده باشه و خود من شخصا فکر میکنم که ایشون چون تعداد زیادی کار رو میخوان انجام بدن باید توضیحات بیشتری باشه. وبسایت ایشون رو من نرفتم نگاه کنم، شاید اونجا این کار رو انجام داده باشه. اجازه بدید من همینجا با شما خداحافظی کنم، یه چند تا تصویر رو اینها ببینیم تا برنامه آقای یزدان خداوند روح. شما هم اگر جایی گرد همایی دارید، نشستی دارید و اینها، به اصطلاح میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید برای تبلیغ. ما میتونیم روی فیسبوک، حتی الان اگه برید فیسبوک اندی آگهیشو گذاشتیم روی فیسبوک مردم توی، برای بیش از 8700 نفر روی فیسبوک خودم، و اینا خیلی ارزونه. با 10 دلار میتونید روی اون یکی تبلیغ کنید، با 15 دلار روی هر دوش، و باید پول خرج کنید. از اینکه بگید خب من گذاشتم روی سوشال مدیا، فکر نکنید سوشال مدیا همه نشستن منتظر شما که شما یه چیزی بذارید اونا بیان بخونن. بله، یا آدمای عوضی مثل این آقای محمود مهاجری، اگه ما نوشتیم آقای پیرمرد اگه میتونی کمکش کن، کفشی عصایی چیزی، نشسته منتظره که بیاد یه زرزری کنه. ولی اونی که میخواد کار کنه، شما باید بری بهش خبر بدی، در خونش در بزنی، ازش دعوت کنی تا بیاد توی برنامه شما شرکت کنه. و این کارا آسون شده. امروز به صورت فیسبوک شما میتونید با یک پوستر، با یک نوشته، لازم نیست عکس، پوستر، نوشته، ویدیو، هر چی باشه، میتونیم ما براتون اونجا بذاریم و تبلیغ کنیم. تحت عنوان ثواب عراقی ها کفش زوار را پاک میکنن، این فیلم، این دوستی دارم اینقدر ویدیوهای قشنگ میفرسته، ای کاش شما میمدی نیم ساعت، یه ساعت، یه برنامه میگرفتی تا من این فیلمای شما رو توی اون نیم ساعت، یه ساعت نشون بدم. باور کن اینا رو میذارم که تو برنامه نشون بدم، از بس زیاد صحبت میکنم یادم رفت. ما قرار بود 2:55 دقیقه خداحافظی کنیم، الان ازتون خداحافظی میکنم. برنامه خودم سعی میکنم 57-58 دقیقه که دیگه فاصله این فقط فاصله عوض کردن باشه، برنامه دیگران میذارم همون 55 دقیقه، و سعی میکنیم این رو هم به قول معروف حتما رعایت کنیم که ما فرصت داشته باشیم اینجا عوض کنیم. دوستان فیسبوک، اگر میخواین برنامه آقای یزدان خداوند روح رو ببینید، دوباره باید برگردید روی صفحه فیسبوک و روی برنامه زنده کلیک کنید. مرسی که با ما بودید. خب این هم، شما هم همین، اگر برنامه را از تلویزیون مردم میبینید، شاید باید شاید باید دوباره صفحه رو ریفرش کنید یا اون میدیا پلیر رو کلیک کنید، و اگر هم از یوتیوب میبینید که اینها رو بدون به اصطلاح نقص و اینها به نوبه خودشون میبینید. پس با ما باشید تا با آقای یزدان خداوند لو برنامه رو ادامه بدید. مرسی.